درود به کل شما عزیزان دل و دیده و دوستداران برنامه های تحلیلی و سیاسی تلویزیون جهان نما. این لحظه نشر نوبتی برنامه تحلیلی و سیاسی پیشرفت رو در شهر دوشنبه تهیه نموده ایستادیم که موضوع امروزه نو بسته از اونه که در وضع پاندمیه که در کشور جریان دارد، آغاز گردیدن سال خونش 2020-2021. سراول به شما معرفی میکنیم دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام استاد ساتیم اولوغزاده رو. ما رو پیگیری نمایید. رشد و نموی هر یک دولت و ملت پیش زیام از ترقی و انکشاف سوای معارف وابستگی کلان دارد. با همین مرام حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال سطح صفت تعلیم را بلند برداشته، جهت بالا بردن سویه دانش و معرفت نوکی خوانندگان و دانشجویان تدبیرهای ایلوگیر را راهندازی نموده، همزمان با این مقصد به تربیه نسل نورس کشور دقت بیشتر روانه می سازد. در روند جهانگرایی طلبات به سمت زباندانی و زبانشناسی بیشتر گردیده، برای متخصصان سمتای مذکور درهای زیاد باز است. در تاجیکستان یگانه معرفتگاهی که پره به جهت زبانشناسی و زبان‌آموزی نگرانیده شده است، این دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده محسوب می‌یابد. دانشکده فعالیت بیش از 40 ساله داشته، در این مدت به دستاوردهای نظررس نویل گردیده است. بخصوص فضای صاحب استقلالی و رشد سوای معارف کشور تا چند سال اخیر امکانیت و دستاوردهای معرفتگاه را بیشتر نموده، با چندین افضلیت ها و امکانیت و شرایط خوب تعلیمی امروز دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده میان چندین مکاتب های عالی رقابت پذیر گردیده است. باید یادآور شد که امروز در دانشکده 357 نفر کارمند و 5 فکولتت از جمله فکولتت فیلولوژی تاجیک، فیلولوژی روس، زبان انگلیسی، زبانهای آسیا و زبانهای اروپا با فراگیری 3246 نفر دانشجو و شعبه تحصیلات فاصلوی غایبانه باشد با فراگیری 1578 نفر دانشجو فعالیت می نماید. مدت 5 سال اخیر در دانشکده 19 اختصاص نو گشوده شده، روش تعلیم مطابق برنامه اتوماتیکونی روند تعلیم بر راه مانده شده است. اینچنین نقشه های تدریس جوابگو به طلبات زمان معاصر بوده، از روی 11 زبان و 31 اختصاص در دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تعلیم راه اندازی گردیده است. در دانشکده تالار معاصر مشورتی، 58 سیمفونه مولتی مدی، سلسله سیمفونه های لینگافونی و اینترنتی و مرکز های مخصوص رشد زبان های انگلیسی و روسی مورد استفاده طالب علمان قرار دارد. در اساس اجازت نامه اوید به حقوق پیشبرد فعالیت تعلیمی جهت آموزش زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسوی، چینی، ژاپنی، کوریایی، فارسی و کورس‌های کوتاه‌مدت آموزشی با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی در پارک تکنولوژی دانشکده بر راه مانده شده است. باید قید کرد که دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان یکی از دانشگاه‌های مخصوص گردانیده شده در تاجیکستان جهت آماده نمودن متخصصان ساحه ترجمانی و زبانشناسی به شمار می‌رود. عین زمان در دانشکده 11 زبان با فراگیری 31 اختصاص دانشجویان دانشکده به تعلیم فرا گرفته شدند که زیاده از 519 هزار دانشجو این زمان تحصیل میکنند. باید ذکر نمود که در سال ختم 2019-2020 687 نفر دانشجویان دانشکده را ختم کردند که از اینها 28 نفر با دیپلم اعلی میباشد. یکی از دستاوردهای مهم دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان در دوام 5 سال اخیر این بالا بردن سطح کادری علمی دانشکده، یعنی اگر به شرطی که 5 سال پیش هیئت کادری دانشکده، یعنی که هیئت استادان عنواندار دانشکده 33% را تشکیل میکرد، پس سال 2020 این شماره به 41% رسید که یکی از دستاوردهای مهم دانشکده به شمار می رود. عین زمان دستاورد مهمی که در دانشکده به شمار می رود این در دوام 3 سال اخیر دو مرتبه زیاد کردن مزد معاش هیئت کارمندان و پروفسوران آموزگاران دانشکده از حساب بودجه دانشکده، یکی از حساب مبلغ های
دانشجویانی که طبق شرنامه تحصیل میکنن زیاد گردانده شد و در عموم در دوام 3 سال 30% مزد معاش هیئت پروفسوران آموزگاران بلند برداشته شده است. یک قطار دستاوردهای دیگری هست که در دانشکده نظیر آنها اگر با اون شرطی که گوییم در تاجیکستان است، این تهیه برنامه های نوی تعلیمی، خب ساخته شدن سیمفونه های لینگافونی، مولتی میدی و کنفرانس زالی که با طلبات زمان معاصر جوابگو می باشد، این دستاورد دیگری دانشکده به حساب می رود. یکی از سمت هایی که در ریتینگ دانشکده را در بین دیگر دانشگاه های جمهوری بالا می آورد، این تحصیل دانشجویان خارجی در دانشکده می باشد. عین زمان در دانشکده 808 دانشجو از جمهوری های سابق اتحاد شوروی در دانشکده تحصیل می کنند به طریق فاصلوی و حضوری. خب علاوه بر این، دانشکده در طی 3 سال است که طبق برنامه 3 اختصاصی که هست، اختصاصی زبان انگلیسی آموزگار، اختصاصی زبان روسی آموزگار و اختصاصی زبان چینی آموزگار رو از اکریدیتاسیون بین المللی برای گذراندن آمادگی دیده ایستاده است که این هم باشد با دستگیری و لایحه رشد اینوویشنی که نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مبلغ گذاری آنها صورت گرفته ایستاده است. در دوام 5 سال اخیر در دانشکده چون که به همگان معلوم است دو فاکولتی نو تاسیس داده شد، فاکولتی زبان‌های اروپا و تحصیلات فاصلوی. باید ذکر نمود که روند تعلیم در دانشگاه پر را به طور اتوماتیکونی به راه مانده شده است. دو برنامه اتوماتیکونی روند تعلیم در دانشکده فعالیت می‌کند، در شعبه تحصیلات فاصلوی برنامه مودل و در شعبه روزانه باشد برنامه الفا اکسپرس فعالیت می نماید که تمام رفت و آمد دانشجویان، تحصیل از خود کنی، خب بهاگیری، نتیجه گیری پر را با واسطه برنامه مذکور نظارت کرده می شود. تا امروز دانشکده با 50 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارج و تشکیلات و مؤسسه های برون مرزی سازشنامه و قراردادهای همکاری را به تصویب رسانیده است. صف داوطلبانی کشورهای خارج نیز به مؤسسه کم نبوده، بنابر سبب پاندمی سرتاسری امسال چندین داوطلبان خارجی نتوانستند عازم دانشکده گردند. Здравствуйте, меня зовут Нуруз Ваджанет. Я студентка с 4 курса факультета русской филологии. Мы в данное время учимся в государственном институте по имени Сати Мулукзода. Здравствуйте, меня зовут Нургельдива Акуль. Я студентка 4 курса русской филологии. И я в данное время получаю образование в Институте языков имени Сотим Улукзода. Моя мечта была поступить именно в этот государственный институт языков имени Сотим Улукзода. Я очень благодарна президентам обоих стран за то, что они предоставили нам возможность получать образование за границей. Мы очень привыкли к этой стране, и мы очень благодарны за то, за возможность учиться здесь. После окончания института хочу стать преподавателем русского языка в нашей стране, в Туркменистане, и мы гордимся, что мы из Туркменистана. И мы благодарны обоих президентов обоих стран за то, что они предоставляли нам учиться здесь, за границей, и мы очень рады этому. Новобаста с пандемией дар кишвар хамоно жарайон дошта, дар донишкадаи давлати забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улукзода бо риояи тамоми қоидаҳои беҳдоштиву санитарӣ тадрис ба роҳ монда шуда. Қоидаҳои бехатарӣ ва саломатии толибилмони донишкада мунтазам зери назорат аст.
دور به مؤسسه دولتی مکتب اینترنت رقم یک شهر دوشنبه به شما اطلاع میدیم و باید یادرس شد که در زمان صاحب استقلالی غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان از آن جمله رهبری دولت نسبت به قشر یتیمان و بی‌پرستاران مملکت بی‌سابقه است و آن صاحب کاران یتیم نوازی که دست کمک دراز میکنند برای یتیمان در بنیاد خانه اینترنت و به غمخوری ها و خیرخواه انجام میدن. این لحظه دور به یکی از مکتب اینترنت های حدود شهر دوشنبه یعنی مکتب اینترنت رقم یک به شما معلومات مفصل میدیم، دایر به شرایط زیستی این خوانندگان، دایر به خدمت رسانی که در اونجا مهیا شده است، از اونجا خدمت رسانی تکنولوژی از نزدیک آشنا خواهید شد. پیگیری نمایید، برنامه ادامه دارد. برنامه تحلیلی سیاسی پیشرفت در ادامه شما را با یکی از مکتب اینترنت های حدود شهر دوشنبه آشنا می‌سازد. یتیمان و بی‌پرستاران نیز چون یک عضو جدانشونده جامعه شهروندی کشور محسوب یافته، زیر هدایت و غمخوری های پیوسته دولت و حکومت بخصوص پیشوای یتیم پروری ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارند. امروز در کشور جهت به تعلیم و تربیه پورا فرا گرفتن کودکان یتیم و بی‌پرستار، مؤسسه های خوب و مطابق به استانداردهای زمان معاصر فعالیت میکنند. مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم یکی برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه نیز از جمله چنین مؤسسه هاییست که عین زمان در آن 494 نفر خوانندگان تحصیل می نمایند. باید یادآور شد که مؤسسه سال 1972 تأسیس داده شده تا امروز با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران وطن دوست و یتیم نواز چنین سیمای خوب و زیبا را کسب کرده است. مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم یکی برای کودکان یتیم و بی‌پرستاری شهر دوشنبه در مساحت عمومی 2.5 گکتار پایبرجا بوده، دارای 31 صنف خانه، تالار معنویات، تالار ورزشی، مجلسگاه، کتابخانه، کتابخانه الکترونی، اتاق تکنولوژی اطلاعاتی، اتاق لینگافونی، اتاق فیزیکا، شیمی، بیولوژی، سرود، اتاقهای رسامی، شاهمات، هنرهای مردمی، آشخانه و میدانچه ورزشی برای فوتبال و بسکتبال می باشد. اینچنین بهر استقامت تعلیم گیرندگان در مکتب اینترنت خوابگاه عبارت از 3 آشیانه و 20 حجره خواب که در آن 350 نفر تعلیم گیرندگان استقامت می کنند مورد استفاده قرار دارد. همچنین در مکتب اینترنت 71 عدد کامپیوتر، 30 عدد تخته الکترونی و پروژکتور و 20 عدد پرینتر در استفاده خوانندگان است. در مکتب اینترنت جهت تامین بخطری خوانندگان و آموزگاران در شرایط پاندمی در کشور جریان داشته، تمام چاره‌های سانیتاری و بهداشتی رو اندازی گردیده، میان تربیت گیرندگان مسافه اجتماعی و طلبات قاعده‌های بخطری رعایت می‌شود. اینچنین فعالیت مرکز طبی مکتب اینترنت نیز درست بر راه مانده شده، برای مبارزه و پیشگیری هر گونه آریزه های سرایتی و غیر سرایتی در مرکز طبی ذخیره های مواد ضروری به قدر کافی ذخیره کرده شده، سلامتی تربیت گیرندگان پیوسته زیر نظارت است. همروزه با روحیه بالیده و رعایت قاعده های بهداشتی یک روز تربیت گیرندگان آغاز گردیده. در صنفخانه ها شرایط خوبی تدریس مهیا بوده، به خوانندگان آموزگاران حلیم و مهربان درس میگویند. سلام بچه جان. سلام. آفرین بچه جان من. ششتین. اینچنین در مؤسسه اتاق مسابقه ذهن ها یا نوع ورزش فکری راه اندازی گردیده است که شطرنج بازی، دانش، هوش، رای، حافظه و توجه خواننده را در این بازی معین میکند. پوشیدن است که در همه دوره‌های تاریخی یکی از رکن‌های اساسی و پیشبرنده جامعه انسانی و پایه‌های مهم دولت‌داری سای معارف محسوب می‌یابد. به مبالغه رشد و نمای هر یک دولت و ملت از رشد و انکشاف سای معارف علاقه‌مندی سخت دارد. اینچنین در برابر رشد و پیشرفت سمت‌های معارف کشور و شرایط و امکانیت‌های سازگاری تعلیم مهیا نمودن برای تمام قشرهای جامعه مملکت، یتیمان و بی‌پرستان نیز از مد نظر حکومت جمهوری دور نبوده، جهت به تعلیم و تربیه فرا گرفتن این قشر جدانپذیر جامعه دولت و حکومت، علل خصوص با دستور و هدایت‌های پیشوای یتیم پروری ملت محترم امامعلی رحمان و صاحبکاران وطن دوست و
یتیم نوازی مملکت سال تا سال شرایط مؤسسه‌های تعلیمی برای یتیمان و بی‌پرستان نگرانیده شده خوب و بهتری مطابق با طلبات معاصر زمانی گردیده صفت تعلیم نیز بلند برداشته شده است. خوشبختانه بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی با سایه معارف کشور که یکی از ساحه‌های حیاتان مهم و پیشبرنده جامعه مملکت است از جانب سروری دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اهمیت مخصوص ظاهر شده استوده است. در این دوره از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان که یک قطار سندهای حقوقی معیاری که قبول کرده شدند این سمت های اساسی رشد سایه معارف کشور را معین نمودند که مهمترینشان استراتژی ملی رشد سایه معارف جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 برنامه دولتی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2015 و استراتژی رشد معارف جمهوری تاجیکستان تا سال 2020 به حساب می رود. استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان سطح معلوماتناکی را همچون سرچشمه اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی کشور و شهروندان آن دانسته سمت های اساسی رشد ساحه معارف را معین می نماید. در مؤسسه دولتی مکتب اینترنتی یک شهر دوشنبه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمک و غمخوری های پیوسته صاحبکاران یتیم نواز کشور شرایط معاصر و مساعد تعلیمی در مؤسسه فراهم آورده شده است. مؤسسه مذکور اینچنین با موثرترین تکنولوژی های تعلیمی مجهز گردیده در آن 494 نفر خوانندگان یتیم و بی‌پرستار به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. چیزی دیگر این جلب دقت و توجه خوانندگان به درس محسوب می‌یابد که آموزگاران موفق نشان داد از عهده اجرای این شرط با موفقیت برآمده ایستادند. باید یادآور شد که در مکتب اینترنت هر روزه وقتی تربیت گیرندگان مطابق نقشه تقسیم بندی شده صبحیدن بعد از نانشته کردن رسا ساعت 8:00 با صدای زنگ مکتب مشغولیت های اساسی درس تربیت گیرندگان آغاز گردیده تا نصف روزی یعنی در یک بس دوام می‌یابد. اینچنین در مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم یک برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه تدریس 494 نفر تربیت گیرنده در 10 زینه آموزش یعنی از صنف 1 تا صنف 10 براه مانده شده آموزش اساسی این 10 زینه در یک بست جمع بست گردیده. بعد از خوراک نصف روزی تربیت گیرندگان مکتب اینترنت برابری مربیان با تحصیلات ایلوگی که عادتاً موفق نقشه در بست دویوم جوی داده شده است فرا گرفته می شوند. مؤسسه دولتی تعلیمی میانه عمومی مکتب اینترنت رقم یک برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه سال 1972 به تأسیس داده شده است. عین زمان در مکتب اینترنت برای خوانندگان 72 عدد کامپیوتر، 71 عدد پروژکتور، 31 عدد دستگاه های الکترونی موجود است که این بسری سه خواننده یک کامپیوتر راست می آید. ناگفته نماند که مکتب اینترنت عین زمان از طرف یکی از صاحبکاران خیرخواه محمود جان مرادوف پر را از تامین کپیتالی برآمد است و که این از نگاه شرایط امروزه بسیار برای این خوانندگان برای تعلیم و تربیت فرا گرفتن بسیار خوب می باشد. عموماً در مکتب اینترنت 494 نفر تعلیم گیرندگان تربیت میکنند که از این 35 نفرشون یتیم کل میباشند و 270 نفرشون از اوله های نیم یتیم و باقی مانده ها پدرشون معیوب یا مادرش معیوب و اوله های کم بزاعت و تحصیل فرا گرفته شده است. در تالار مشورتی مجهز و معاصر مکتب اینترنت روبریت و حیات آموزگاران و مربیان گرد آمده جهت معاشرت گرم و صمیمی آموزگاران با تربیت گیرندگان و بلند برداشتن سویه معرفتناکی خوانندگان ملاحظه رانی نموده سپارش های سرریاست معارف شهر و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را مورد بررسی قرار میدهند. اینچنین آموزش زبان های روسی و انگلیسی در شرایط خوبی اتاق های لینگافونی براه مانده شده تربیت گیرندگان موفق نقشه مؤسسه با کتابخانه در کتابخانه مکتب اینترنت جلب گردیدند. در برابر از خود کردن دانش های بزوی مکتبی
تربیت گیرندگان در چنین اتاقهای مخصوص کسب و هنر با آموزش هنرهای گوناگون نیز مشغولند. همچنین جهت تامین بی‌خطری و نظارت پیوسته از جانب رهبریت مکتب اینترنت، تمام صنفخانه ها، خوابگاه ها، انبار ها و گرد و اطراف مؤسسه با کامیراهای نظارتی مخصوص گردانیده شده مجهز میباشد. اینچنین مکتب اینترنت از مد نظر صاحب کاران یتیم پروری کشور دور نبوده، به خاطر نارسایی جای خواب در خوابگاه برای تربیت گیرندگان از جانب یک نفر صاحب کار محلی در شفت بینوی اساسی مؤسسه بینوی نو و زمانوی بنیاد گردیده ایستاده است که در آن خوابگاه و دیگر خدمات رسانی براه مانده می شود. یادآور شدن عین مدعاست که جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی در رشد سوای معارف و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه میان خوانندگان یتیم و بپرستاری مکتب اینترنت ها با دستاوردهای کلان نایل گردید. در این دوره زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی پرقوت کرده شده، مکتب اینترنت های نو با شرایط های زمانوی مطابق ساخته شدند و در قسم زیادی آنها کارهای تعمیری و از نو برقرار سازی گذرانیده شدند. برای مثال مکتب اینترنت مذکور را بگیریم که 3 سال قبل چی گونه بود و امروز چی گونه است، این همه ثمره تنجی و آرامی و صاحب استقلالی کشور است. در مؤسسه ما در برابر انجام یافتن کارهای تعمیر و از نوسازی بناهای کهنه، این چونین از جانب صاحب کاری وطن دوست و یتیم نواز محمود جان مرادوف در شفت بینای مؤسسه برای تامین طالب علمان یتیم و بپرستار با جای خواب، خوابگاه نو و زمانوی بنیاد شده ایستاده است که این اقدام روحیه طالب علمان را گرم و بالیده میگرداند. این چونین نووبسته از پاندمی در کشور همونو جریان داشته، در مؤسسه دولتی مکتب اینترنت یک شهر دوشنبه با رعایت تمام قاعده های بهداشتی و سانیتاری تدریس براه مونده شده، قاعده های بخطری و سلامتی طالب علمان مؤسسه منتظم زیر نظارت است. از این لحاظ آرزو میکنم که 29 سال استقلالیت چون 29 زینه کمالات ملت و دولت در دل هر یک فرزندی بانند گناموس تاجیکستان آتش مهر، همدلی و همفکری را فروزان نگاه دارد و دانه های امید و اعتماد را به فردای نیکی وطن بنما آورد. در مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر دوشنبه با ورزش و طرز حیات سالم توجه خاص روانه گردیده. 2 میدانچه کشاد بیرونه و 1 تابار ورزشی در استفاده تربیت گیرندگان است. خوانندگان مکتب اینترنت به نوهای ورزش فوتبال، بسکتبال، والیبال و چوگان بازی توجه خاص داشته، تا امروز در این سمت دستاوردهای زیادی را سزاوار گردیدند. تیم چوگان بازان دخترانه مکتب اینترنت خیلی فعال بوده، در مسابقه های جمهوریوی نیز اشتراک نموده، سزاوار جایهای نمایان نیز گشته است. با دستور غمخوری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و صاحب کاران وطن دوست و یتیم نواز مملکت، سال تا سال شرایط مؤسسه های تعلیمی برای یتیمان و بی‌پرستاران نگرانیده شده خوب و بهتری مطابق به طلبات زمان معاصر گردیده، صفت تعلیم نیز بلند شده ایستاده است. ولی نوابسته از این همه امکانیت و شرایط زیست و تعلیم و مهربانی صمیمی آموزگاران و مربیان، این دوسترویکان خود را هنوز هم باطنن مایوس و تنها حس میکنند. ابو حامد فریدالدین عطار جای فرموده است: چون شود گریان یتیم ناگهان، عرش حق بر جنبش آید آن زمان. آن که خنداند یتیم خسته را، باز سازد جنتی در بسته را. بزرگ میگوید که روز ماهیان از تلاطم دریا به خداوند شکایت بردند. چون دریا آرام شد، خود را در بند صیاد دیدند. پس عزیزان باید فراموش نکرد که هر یک پیچ و تاب و پستی و روزگار زندگی ما و شما شاید که حکمت خود را دارست. البته در متحدی ما می توانیم که به تمام موفقیت های اجتماعی و سیاسی نایل گردیم. خب تا نشرهای بعدی برنامه تحلیلی و سیاسی پیشرفت، سلامت و پیروز باشید.